هیچ کس برای رسیدن به هدف راه سخت‌تر را انتخاب نمی‌کند. این قانون در مسیر آزادی و برابری نیز صدق می‌کند. نه مجاهدین و نه هیچ جریان آزادی‌خواه دیگری در طول تاریخ مبارزه مسلحانه را دلبخواه انتخاب نکرده است. قانون مبارزه آزادی بخش همواره چنین است. این دشمن است که استراتژی مبارزه را به ما تحمیل می‌کند. وقتی تمامی راه‌های مسالمت‌آمیز و پارلمانتاریستی به بن‌بست می‌رسد، هر جریانی در برابر یک انتخاب قرار می‌گیرد. سازش و تسلیم در برابر دیکتاتوری و یا ایستادن به هر قیمت. در بیانیه استقلال آمریکا که خود محصول مبارزه مسلحانه انقلابیون آمریکاست، نوشته شده است: وقتی رشته‌ای طولانی از بی‌عدالتی‌ها و چپاول‌ها که بدون استثنا به دنبال هدف واحدی هستند، طرحی را برای فرو افکندن مردم به زیر سلطه یک استبداد مطلق آشکار می کنند، این دیگر وظیفه آنان است که چنین دولتی را سرنگون سازند. همچنین حق مبارزه قهرآمیز در برابر دیکتاتوری در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با واژه شوریدن علیه بیدادگری به عنوان آخرین راهکار به رسمیت شناخته شده است. با این مقدمه حال به این سوال می پردازیم: چرا مجاهدین خلق وارد مشی مسلحانه شدند؟ پس از انقلاب ضد سلطنتی، مجاهدین به فعالیت مسالمت‌آمیز و سیاسی کاملا پایبند بودند. دفاتر مجاهدین در سراسر ایران دایر شده و نشریه آنها بیش از 500,000 تیراژ داشت. بسیاری از دهه 60 ها میز کتاب ها و میتینگ های 100,000 نفری مجاهدین را به خاطر دارند. مجاهدین هر روز به افشای آزادی کشی ها می پرداختند. رأی ندادن به قانون اساسی خمینی، مخالفت با حجاب اجباری، حمایت از حقوق کردها و دیگر اقوام، مخالفت با اصل ولایت فقیه، افشای صدها مورد چماقداری، مخالفت با اعدام های خودسرانه، همه و همه از جمله فعالیت هایی بودند که خشم خمینی را برمی انگیخت. البته در این دوران با توجه به توانایی تشکیلاتی مجاهدین و کادرهایی که اغلب از قشر دانشگاهی بودند، با توجه به محبوبیت اجتماعی و با توجه به مسلمان بودن آنها، برای خمینی بسیار مطلوب بود که مجاهدین را در کنار خود داشته باشند، به شرط آنکه آنها بنا به خواست خمینی با او در سرکوب آزادی‌ها مشارکت نمایند. در دیدار مسعود رجوی و خمینی، او از مجاهدین خواست تا اعلام کنند کسانی که مسلمان نیستند آزادی فعالیت سیاسی ندارند، که البته از طرف مسعود رجوی رد شد. پاسخی که منجر به خشم خمینی شده و او بدون مقدمه اتاق را ترک و ملاقات را نیمه تمام گذاشت. نشستیم. حالا خمینی ناراحت چی میخواد بگه؟ بگش گفتش که آقای رجوی با همین باور کنیم با همین مقدمه. گفتش که شما میدونید جوانها ما آخوندها رو قبول ندارن. تاف اینو گفت. اما حرف شما رو گوش میکنن. میدونید چرا؟ به اینکه شما جوان هستید. ببین چقدر حواسش جمع بود. نگفت چون شما زندانی بودین، شما شهید دادین، شما پافشاری کردین. حواسش خیلی خوب جمع بود. بعد مسعود گفتش خب چی میخواین حالا؟ گفت هیچ، یک جمله. شما بنویسین کسانی که مسلمان نیستند حق مبارزه سیاسی، حق فعالیت سیاسی ندارن. در همان زمان رفسنجانی به مجاهدین گفته بود: به دلیل عدم مشارکت شما در حکومت، ما مجبور شده ایم وزیر و وکیل از خارج برای اداره دولت بیاوریم. همچنین احمد خمینی که معمولاً پیام‌های پدرش را برای مجاهدین می‌آورد، بارها از مجاهدین خواسته بود پس از بیعت با پدرش و در واقع پذیرفتن اصل ولایت فقیه در ارگان‌های حکومتی سهیم شوند.
هر روز دفاتر، میتینگ ها و میز کتاب های مجاهدین مورد حمله چماقداران و آتش به اختیار های آن دوران قرار می گرفت. در این دوران نزدیک به 70 نفر از مجاهدین کشته و هزاران نفر مجروح شدند. با این همه بر اساس دستور سازمانی و تشکیلاتی به منظور بهانه ندادن به مزدوران حتی یک مورد واکنش نشان دادن از مجاهدین ثبت نشد و آنها کماکان به استفاده از راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز پایبند بودند. روز 30 خرداد 1360 پایان امکان مبارزه مسالمت‌آمیز و اتمام حجت با خمینی. مجاهدین در اعتراض به سرکوب گام به گام آزادی‌ها فراخوان به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌دهند. در این تظاهرات نزدیک به 500,000 نفر شرکت می‌کنند. اما خمینی نقاب از چهره برمی‌دارد. تظاهرات مردم با فرمان مستقیم او به رگبار بسته می‌شود. این پایان مشروعیت سیاسی خمینی است. اینجا بود که مجاهدین با وجود چشمنداز عاشوراگونه که در تحلیل‌های درونی نیز مورد بحث قرار گرفته بود، روز 30 خرداد را پایانی بر مبارزه سیاسی و سرآغاز مبارزه مسلحانه برای دفاع از آرمان آزادی‌خواهانه مردم ایران اعلام می‌کند.